مامان، مامان، مامان بیدار شو. مامان چی شده؟ مامان پاشو، باید بریم بیمارستان. چی؟ بیمارستان؟ اما دکتر که گفته بود هفته بعد. ولی داره زودتر میاد، باید بریم. وای. تو وای. دراز بکش. باید به ستار زنگ بزنم، نمیدونم کدوم گوریه، جواب نمیده. به درک جواب نمیده بابا. هنا پاشو، هنا پاشو، برو به داداشت بگو حال خواهرت خوب نیست. عجب بدبختی دارم و تو این خونم راحتمون نمیذارم. یادت باشه با این تنبلی و قلبازی زن زندگی نمیشی. اول به اون برسین که اونجا دراز افتاده. خیلی خودخواهه مامانی، خیلی خودخواهه. بسه دیگه، الان وقت دعوا نیست. تو یکی بتمک، بتمک. وای مامان، تا دیگه که باش حرف نمیزدی الان صداشم میکنی. این درد داره، اون شوهر احمقش جواب نمیده. دخترم هم اینجوری ول کنم؟ وراجی میکنه. جواب بده ستار، جواب بده گوشیو. الو، کدوم گوری هستی؟ چی؟ اینقدر وقت پیدا نکردی که شب بیایی دنبالم؟ حالا پاشو بیا بیمارستان. آره وقتشه که برم. همه وسایل بچه بالای کموده، زود برو و بیارشون. دیر نکن، زود بیا. آره زود بیا. مامان مردم. هر چه زودتر باید عملشون کنیم. شما برین داروها رو بگیرین. آی دخترم که حالش خوبه. نه شما فقط این داروها رو زودتر بیارین. آی بفرما. حاج آقا تازه تشریف آوردن. کجا بودی؟ مگه نمیدونستی زایمان زنت نزدیکه؟ اینو بگیرین. ببین چطوری ریخته داخل کیسه و برده. نشین نشین، این داروها رو زودتر بیار، میخوان عملش کنن. زود باش، بعدن حساب کتاب میکنیم. زودتر برو، زود برگردی. یا ماما من میرم دیگه، دیر شده، دوباره برمیگردم. آره آره برو، برو پسرم، برو مامان و خواهراتو اینجا تنها بذار، برو به زندگی جدیدت برس. دنیا به آخر نرسیده، بار اول نیست که یه بچه میخواد متولد بشه. منم تو زایمان مونا خودم تنها بودم با وجود همه تون. مراقب خودتون باشی. مثل بی کسا کارا شدین، هیچکی سراغتون رو نمیگیره. شاهمیر که میگه کارم تموم شد میام. خانواده شوهرت که اصلا پیداشون نیست. آقا ستارم که تا حالا بر نگشته. آره نمیدونیم کجاست. نکنه واقعا اتفاقی واسش افتاده باشه. از صبح تا حالا رفته دنبال داروهاش، با اینکه میدونست باید زود عمل بشه. نمیدونم تو کله این مرد چی میگذره. نکنه دلش میخواد خدایی نکرده دخترم بمیره. مامان جان نگران نباش، بذارین ستار بیاد یه جوری به حسابش برسم که یادش نره. آفرین آقا آفرین. سر صبح رفتی دنبال دارو، الان برگشتی. نمیدونستی که باید عمل بشه؟ شایدم فکر کردی داروها رو دیر بیاری دخترم میمیره. اینم از داروها آوردم. ببینم آبده، این شوهرت عقلشو از دست نداده؟ هی آقا، سر صبح فرستادم دنبال دارو، الان 7 ساعته که از عمل گذشته. ستار معلومه کجا بودی تا الان؟ ها؟ خوب میدونستی این عمل اورژانسیه، بعد الان اومدی؟ ببینم سرت کجا گرم بود. نه حتما دلش میخواسته که دختر من انقدر درد بکشه که زودتر بمیره. دختر من با هم میام. به مادر زنت اصلا احترام نمیذاری نه؟ من لطف کردم و دخترم رو بهت دادم، الان حتی جوابم رو نمیدی؟ مامانم با تو داره حرف میزنه ستار، جواب بده. من با دختر عمم ریحانه ازدواج کردم. چی؟ چی گفتی؟ مزخرف نگو ستار،
تو میفهمی چی میگی؟ با من درست حرف بزن. زن دومم در نهایت احترام با هم حرف میزن، واسه همین تحمل بی احترامی رو ندارم. خودتو چی فرض کردی؟ بکردی میذارم سر دخترم هوو بیاری یا بلایی سرت بیارم که نه؟ چرا؟ مگه سر عروستون هوو اومد چی کار کردی؟ اون که پسر خودتون بود، من که پسر غریبم، با من چی کار میتونین بکنین؟ خفه شو، اون شوهر عروسمه، ولی تو شوهر دخترمی، با همین داستان میکشمت. یکم دیر کردیم، اینو که من خیلی وقت نمیخوام طلاق بدم، فقط منتظر بودم بچه به دنیا بیاد، حالا میتونم به راحتی طلاقش بدم. من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم. من تو رو طلاق میدم. مامان چی داری میگی؟ زن بدزبونی مثل اینو دیر یا زود طلاق میدم. آها، به فکر خرجه بچه ها نباش، هر ماه سر موعد برات میفرستم، هر هفته یک بار با خودم میبرمش. راه باز میکنی؟ مامان چی شده؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ ما اومده بودیم تبریک بگیم، چی شده؟ بچه حالش خوبه؟ خواهرت بیوه شد، ستزار طلاقش داد، طلاقش داد.